در شروع نیم سال تحصیلی ورود شما را به سلوپ از صمیم قلب خوش آمد می‌گوییم. کتابخانه دولتی و دانشگاه درستن سلوپ یکی از بزرگترین کتابخانه‌های علمی آلمان است. کتابخانه دانشگاه در امور تحصیلی و نیز پژوهشی و آموزشی از شما پشتیبانی می‌کند. کتابخانه دانشگاه در اختیار همه علاقمندان قرار دارد و نام‌نویسی در آن رایگان است. با ذخیره گسترده الکترونیک و چاپی ما آشنا شوید. ما در همه شعبه های کتابخانه با کمال میل شما را در مورد استفاده از امکانات موجود راهنمایی می کنیم. اکنون نگاهی به کتابخانه مرکزی سلوپ بیندازیم. ما در سالن ورودی کتابخانه مرکزی هستیم. اگر شما هنوز کارت کتابخانه ندارید، می توانید فرم درخواست کارت را با استفاده از یکی از کامپیوترهای عمومی کتابخانه پر کنید. اگر پرسشی درباره تحصیل دانشگاهی دارید، کارکنان قسمت سرویس تحصیلی با کمال میل در باجه خدمات واقع در سالن ورودی شما را راهنمایی می کنند. ما اکنون وارد قسمت کتابخانه می شویم. لطفاً توجه داشته باشید که اینجا فقط نوشیدن آب مجاز است. در کتابخانه مرکزی، کتاب‌ها و دیگر رسانه‌ها در سه طبقه در قفسه‌ها در دسترس هستند. شما می‌توانید کتاب‌ها و دیگر رسانه‌ها را از این قفسه‌ها بردارید. علاوه بر این، در کاتالوگ ما کتاب‌ها و رسانه‌هایی را می‌یابید که برای دریافت آنها باید به مخزن سفارش داده شود. ما در کنار کتاب‌ها و رسانه‌هایی که می‌توانید امانت بگیرید و با خود به خانه ببرید، کتاب‌ها و رسانه‌هایی را نیز عرضه می‌کنیم که تنها در کتابخانه می‌توانند استفاده شوند. اینها به نحو ویژه‌ای علامت‌گذاری شده‌اند. اینجا فوروم یا سالن گفتگو را می‌بینید. این قسمت کاملاً مطابق خواسته استفاده کنندگان شکل داده شده است. این فضا امکانات زیادی برای آماده کردن محل کار مناسب به شما می دهد. اتاقک هایی که می توان در آنها با آرامش روی موضوع مورد نظر تمرکز کرد، خواستاران زیادی دارند. اما از نوع ساده آن نیز که از میز و صندلی تشکیل شده، با علاقه مثلا برای کارهای گروهی استفاده می شود. با داشتن کلید رمز معتبر کتابخانه، می توانید از کامپیوترها برای تحقیق و کار کردن روی متن‌های خود استفاده کنید و مطالب مورد نظر خود را روی USB استیک خود ضبط کنید. اگر می خواهید مشترکاً روی یک متن یا پرزنتاسیون کار کنید، از برنامه مولتی پرزنتر استفاده کنید. همکاران ما در باجه سرویس در خدمت شما هستند. ما در تمام مدت برای پاسخ به پرسش‌های شما درباره امکانات موجود در کتابخانه و کمک در زمینه تحقیق آماده‌ایم. در هنگام اولین نام‌نویسی می‌توانید همینجا کارت عضویت کتابخانه را دریافت کنید. برای دریافت کتاب‌های قابل امانت گرفتن می‌توانید از دستگاه‌های اتوماتیک امانتگیری استفاده کنید. پس دادن کتاب‌ها را هم می‌توانید با استفاده از دستگاه‌های اتوماتیک مخصوص با سرعت و به سادگی انجام دهید. صندوق پرداخت اتوماتیک هم درست در کنار آن قرار دارد. کتاب‌هایی را که از مخزن سفارش داده اید یا قبلاً رزرو کرده اید، از قسمت دریافت سلف سرویسی بردارید. اطلاع مربوط به آماده بودن این کتاب‌ها را در حساب کاربری خود خواهید یافت. برای یافتن قفسه کتاب‌های سفارشی خود به دو رقم آخر شماره کارت عضویت خود توجه کنید. در این قسمت سلف سرویسی هم کتاب‌ها و رسانه‌هایی را می‌یابید که می‌توانید امانت بگیرید و هم آنهایی را که فقط می‌توانید در کتابخانه استفاده کنید. اگر کتابخانه پایگاهی برای شماست و می‌خواهید چیزهایی را برای مدت کوتاهی در کتابخانه بگذارید، می توانید یکی از صندوق‌های کتاب ما را برای مدت 2 هفته اجاره کنید.
مجموعه کتاب‌های درسی یکی از مهمترین بخش‌های کتابخانه است که در طبقه صفر قرار دارد. شما در این بخش آثار پایه‌ای و کتاب‌های درسی همه رشته‌هایی را می‌یابید که در دانشگاه درستن تدریس می‌شوند. برای جهتیابی بهتر به علائم رنگی مجموعه ها توجه کنید. از هر یک از این کتاب ها چند نسخه وجود دارد و همه قابل امانت گرفتن هستند. کتاب ها و نوشته هایی که در قسمت عقب مجموعه کتاب های درسی میابید برای شروع کار پژوهشی بسیار مفیدند. این آثار به عنوان مثال اطلاعاتی درباره روش های تحقیق، شیوه نوشتن مقاله و پرزنتاسیون علمی به شما میدهند. در قفسه زمستر آپاراتن عنوانهایی را میابید که در جلسات درسی به خصوصی در دانشگاه درستن مورد استفاده قرار میگیرند. همه این عنوانها فقط برای استفاده در کتابخانه هستند و نمیتوان آنها را به امانت گرفت. اتاقهای کار گروهی ما با وسایل متفاوتی مجهز شدهاند. شما میتوانید بر اساس نیازهای خودتان اتاقی با کامپیوتر و بیمر یا اتاقی بدون تجهیزات فنی را رزرو کنید. ما می توانیم اتاقی مجهز به یک کامپیوتر مخصوص در اختیار افراد نابینا یا افرادی که دید خیلی ضعیفی دارند قرار دهیم. اگر می خواهید با فرزند کوچکتان از کتابخانه استفاده کنید، می توانید از اتاق والدین و بچه ها استفاده کنید که امکان کار و بازی را می دهد. برای استفاده از این اتاق نیاز به رزرو کردن نیست. ما کابین‌های کوچکی را در اختیار دانشجویانی که می‌خواهند پایان نامه بنویسند قرار می‌دهیم تا بتوانند بدون مزاحمت کار کنند. این کرل‌ها خواستاران بسیاری دارند و در هر فصل سال قرعه‌کشی می‌شوند. در طبقه صفر کتاب‌هایی از جمله درباره علوم سیاسی، شناخت مناطق کشور و علوم انسانی می‌یابید. حالا به طبقه منهای یک می‌رویم. در این طبقه رسانه‌های صوتی تصویری، نشریه‌ها و بخش هنر و موسیقی شناسی ما قرار دارند. در قسمت مدیاتک تعداد بسیار زیادی DVD و CD می‌یابید که می‌توانند به امانت گرفته شوند. اگر پرسشی در این مورد دارید، همکاران ما با علاقه به شما کمک می‌کنند. در قسمت نشریه ها تعداد زیادی نشریات الکترونیکی وجود دارند. نشریه های چاپی هم در همین طبقه منهای یک قرار دارند. نشریات روز در جعبه های مخصوص نشریات قرار دارند. شماره های قدیمی تر نشریات که به صورت سالیانه صحافی شده اند از جمله در گالری طبقه منهای یک وجود دارند یا می توان آنها را از مخزن سفارش داد. در طبقه منهای دو بخش‌های زبانشناسی، ادبیات، تاریخ، الهیات و زبان‌ها را می‌یابید. در سالن مرکزی قرائت محل‌های نشستن زیادی را می‌یابید و می‌توانید با تمرکز به کار خود بپردازید. موجودی بزرگ کتاب‌های مرجع می‌توانند در کارتان به شما کمک کنند. کسی که بخواهد جای راحت‌تری داشته باشد یا در موقع فکر کردن لم بدهد، محل مورد نظر خود را در پیرامون سالن مطالعه خواهد یافت. حالا حق شماست که استراحت کوتاهی بکنید. در گالری کورتی می توانید کتاب ها و نوشته های مخصوصی را در نمایشگاه های ادواری تماشا کنید. گنجینه کتابخانه که قوانین مایا در آن نگاهداری می شود، از این نظر بسیار جالب توجه است. اگر گرسنه باشید یا میل به نوشیدن قهوه داشته باشید، می توانید در بیبلونج یا کافتریای کتابخانه در طبقه به اضافه یک چیزی بخورید یا بنوشید. و در پایان در چمنزار جلوی سلوپ در آرامش از آفتاب لذت ببرید. ما از بازدید شما از سلوپ خوشحال خواهیم شد. از شما دعوت می‌کنیم از کانال‌های ما در رسانه‌های اجتماعی دیدن کنید. لطفاً توجه کنید که کتابخانه دانشگاه در حال حاضر موظف به رعایت مقررات قانونی و
برای جلوگیری از گسترش بیماری کووید 19 است. اطلاعات دقیق‌تر درباره وضعیت کنونی را می توانید در وبسایت ما بیابید.